به نام خدا و عرض سلام. به ویدیوی جالب و دیدنی دیگر از خوشک تیوی خوش آمدید. در این ویدیو ما به معرفی محرمانه ترین اسلحه دوران شوروی پرداختیم. جهت آشنایی بیشتر با هیولای کاسپین یا هواپیمای آبنشین ارتش اتحاد شوروی با ما تا آخر همراه باشید. قبل از همه جهت حمایت از ما، لطفاً ویدیوهای ما را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. بازآفرینی هیولای کاسپین از جمله خبرهای تازه در حوزه تکنولوژی است. هیولای کاسپین از جمله عظیم‌ترین هواپیماهای آبنشین یا قایق‌های پرنده به شمار می‌رفت که در ارتش اتحاد جماهیر شوروی کاربرد داشت و می‌توانست مسافت تا 500 کیلومتر در ساعت را بپیماید و همچنان قادر به شلیک موشک نیز بود. این هیولا 8 موتور، 92 متر طول و فاصله دو بال با حدود 38 در سالهای 1964 تا 1965 در دفتر طراحی روستلاف الکسیف طراحی شد و از لحاظ اندازه و ظرفیت ترابری بی‌نظیر بود و می توانست در هنگام پرواز تا وزن 544 تن داشته باشد. به گونه ای که سازمان جاسوسی سیا مدت ها تلاش داشت تا اطلاعاتی از این هواپیمای آبنشین یا سلاح مرموز را به دست آورد. این هواپیماهای آبنشین در اتحاد شوروی سابق به تعداد محدود ساخته شد ولی بعدها به موزه سپرده شد. اما حالا CNN خبر داده است که کمپانی های در سنگاپور، آمریکا و فنلند مشغول بازآفرینی این آبنشین ها یا قایق های پرنده برای حمل و نقل های سریع دریایی هستند. از جمله شرکتی در فنلند می خواهد فاصله ساحل هالسینکی با پایتخت استونی را از طریق این کشتی ها به کمتر از 30 دقیقه برساند. این بود گفتنی ها در مورد هواپیمای آبنشین ارتش اتحاد شوروی. سپاس فراوان که تا حال با ما همراه بودید. اگر از ویدیو خوشتان آمد، لطفاً لایک و سابسکرایب کرده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. تا یک ویدیوی جالب و دیدنی دیگر، همه شما خوبانه به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.